خواهر طالبان ازدواج کرد. به نام خداوند بخشاینده مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی برس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. خواهر طالبان ازدواج کرد. شب گذشته دختر بی‌نظیر بوتو بدون حضور برادرانشان در مراسم عروسی ازدواج کرد. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان در کتاب خود میگوید که طراح و بنیانگذاری اصلی طالبان با همکاری سازمان استخبارات امریکا CIA او بوده است. از همین رو بی‌نظیر بوتو را مادر طالبان میگویند. هزاران هموطن ما بر ضد روایت اخیر طالبان در مسکو واکنش نشان داده اند و آنها را محکوم کرده اند که گپ طالب گپ تازه ای نیست و سال هاست که این گروه به نمایندگی از منافع بیگانه، هویت ملی، هویت قومی، داشته های مادی و معنوی مردم افغانستان را از بین میبرند. نمونه های زیادی از این عملکرد ترورستان وجود دارد. از انفجار بت بامیان به عنوان بزرگترین داشته معنوی شروع تا تخریب صدها پل و پلچک و سرق و ترور متنفذین مملکت، بزرگان قومی، خبرنگاران و جامعه مدنی به اثریت و همکرد این گروه تروریستی هیچ تغییری دیده نمی شود. دویم، از صحبت دیروز جلالت مآب رئیس جمهور در رابط به صلح غلط تعبیر شده است. در نشست مجمع امنیتی آسپین در صحبت با مقامات ایالات متحده امریکا، جلالت مآب رئیس جمهور افغانستان گفتند ما مدافع ارزش‌ها و مشعل دار صلح هستیم، نه مانع صلح. سیوم، نه یک قدر کم، نه یک قدر زیاد، هر قدر مطابق به تعهد دیدگاه رئیس جمهور آب را به یک اعتبار ملی و یک برگه دیپلماتیک تبدیل نموده است. آنچه که در افغانستان و گذشته در اختیار نداشتیم، من به عنوان تبهی سرچشمه هیچگاهی به آب به این اندازه به حیث پدیده با ارزش نمی دیدم. 8 صبح کابل، وزارت امور خارجه اعلام کرده است که از سفر هیئت طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی این گروه به تهران آگاه است و دولت ایران کابل را از این سفر اطلاع داده بود و نظریات دولت افغانستان را در این مورد دریافت کرده است. در خبرنامه وزارت خارجه آمده است که سفر هیئت طالبان به ایران به این هدف تنظیم شده است تا تهران افزون بر شهر دیدگاه‌های خود طالبان را درباره موجودیت اجماع منطقه‌ای برای تامین آتش‌بس فوری، دستیابی به یک توافق جامعه صلح در چهارچوب نظام جمهوری و حفظ ارزش‌های قانون اساسی آگاه کند. با گفته وزارت خارجه ایران می خواهد اطمینان حاصل کند که افغانستان پسا منازعه بار دیگر به پایگاه امن گروه های تروریستی مبدل نخواهد شد و همچنان مرکز اتفاق و همکاری های منطقه‌ای و بین المللی باقی خواهند ماند. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که تقاضای شیر محمد عباس ستانکزی، معاون هیئت مذاکره کننده طالبان، مبنی بر استعفای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آنچه هست که دشمنان مردم افغانستان آن را می خواهند. حکومت موقت به معنای فرصت دائمی برای مداخله بیگانگان هست. اگر طالبان تعداد مردمی، مشروعیت دینی و تصمیم داخلی می داشتند، مذاکرات بین الافغانی را با تامین آتش بس جاری نگه می داشتند. با سلام و درود، روز گذشته عباس ستانکزی عضو گروه طالبان در مسکو گفته است با استعفای آقای غنی رئیس جمهور مشکل حل می شود.
در حالی که من شخصاً با سیاست‌ها و عملکردهای حاکمیت موجود توافق ندارم. اما سخنان حباس ستانکزی نیز یک عمل فریبنده و غیر عقلانی بیشتر بوده نمیتواند. من به یاد دارم که مجاهدین به دکتر نجیب الله گفته بودند که از قدرت کنارگیری کند صلح در افغانستان به وجود می آید. دکتر نجیب الله فکر کرد مجاهدین راست می گویند، کنارگیری کرد. اما با رفتن نجیب الله از قدرت و آمدن مجاهدین به کابل، جنگ های خانه به خانه آغاز شد. کابل به حمام خون تبدیل گردید. چور و چپاول و اعمال دیگر را نیز مردم افغانستان به یاد دارند. از سوی دیگر برایم خیلی درد آور است که بعد از سخنان حباس ستانکزی یک تعداد در رسانه ها هشتکی را جور کرده اند. به خاطر استعفای اشرف غنی که خیلی نا عاقبت اندیشانه و آب به آسیاب دشمن ریخته است. عزیزان من، درست هست که حاکمیت موجود حالت خطر آفرینی را اختیار نموده. حوض تحفظه نظام و قوتهای مسلح بر تحفظه حاکمیت افراد و حلقات معین تاکید دارد. متاسفانه از چندین بنینسو حاکمیت نه حالت تحرز دارد و دفاع فعال. فقط اینجا و آنجا با حرکات پراگنده روز و شب می گذراند. شما به هیئت مذاکره کننده جمهوریت در دوحه نگاه کنید. نشسته هن حقارت بار انتظار برگشته جانب طالبان را به میز مذاکره می کشند. در اخیر رهبران حاکمیت به شما می گویم، بجنبید و نه وطن یک بار دیگر غرق دهشت و وحشت می شود. هدف من دفاع از احمد و محمود و یا حلقات مملو الحال حاکمیت نیست، اما حفظ نظام، حفظ قوتهای مسلح، تقویت جمهوریت با در نظر داشت پایه‌های محکم عدالت، مصلحت، منفعت و ضرورت ملت و وطن است. اما این مصلحت و این ضرورت تفاوت فراوانی با حفظ امتیازات و مقامات افراد و حلقات دارد. اگر بزرگان و نخبگان این تفاوت را مد نظر بگیرند، منافع شخصی را قربانی منافع ملی نمایند، خدمت بزرگی به وطن و مردم افغانستان کرده اند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوی دیگر.